بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شاگردای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم به ادامه درس های قبلی ریاضی صنف 11 فصل اول و خدمت شما هستم و درس امروز ما درس ششم است که مربوط صفحات 17 و 18 کتاب شما می شود و عنوان درس امروز ما پارابولا می باشد. دوستا، پارابولا چی است؟ پارابولا این گونه یک شکل را میگم. خب این شکل چی ویژگی هایی داره؟ یعنی منحنیه که این ویژگی را داشته باشه ما پارابولا میگیم که فاصله هر نقطه از این منحنی از یک نقطه ثابت که به نام محراق نامیده میشه مساوی باشه، این فاصله مساوی باشه با فاصله همین نقطه با یک خط مستقیم که به نام خط موجه و یا خط هادی نامیده میشود. هرگاه این دو فاصله مساوی باشد ما چنین شکل را پارابول میگیم. بازم تکرار میکنیم، منحنی، یک منحنی داریم، طبعا خط منحنی باشه یا خط مستقیم از نقاط به وجود میآید. این خط منحنی ما اگر ای یک کیفیت داشت که فاصله هر نقطهش، هر نقطه از ایره که در نظر بگیریم، مثلا نقطه M شاید در نظر گرفتیم، این نقطه M از یک نقطه ثابت که ما به نام محراق پارابول می نامیم، فاصله از این نقطه با محراق، این فاصله مساوی باشه با فاصله همین نقطه با یک خطی که به نام خط موجه و یا خط هادی می نامیم، مساوی باشه. این دو فاصله اگر مساوی باشه، نه تنها به این نقطه بلکه به تمام از این نقاط، یعنی این فاصله هم مساوی با این فاصله باشه، این فاصله هم مساوی با این فاصله باشه، اینجا هم اگر یک نقطه را میگیریم این فاصله هم مساوی با این فاصله باشه، اینجا هم اگر یک نقطه را در نظر بگیریم این فاصله مساوی با این فاصله باشه، در نهایت اینمی نقاط که اینمی ویژگی را داشته باشه شکل را به وجود میاره که ما با خط سرخ ترسیم کردیم و ما برای آن شکل پارابول می نامیم. پارابولا که پارابولا را یک محراق داشته می باشه به نام F یا فوکال پوینت برش میگیم و این قسمت راس پارابول می باشه که به S نشان دادیم و این خط به نام خط موجه و یا خط دی به دی نشانش می دیم یا خط هادی هم می نامیمش. دوستا، طوری که ما قبلا هم گفتیم هر نقطه از این منحنی باید فاصلهش که فاصله این نقطه که با این خط هست همین فاصله را با نقطه محراقی داشته باشه. پس اگر نقطه کیفی ما بیایه و در رأس منطبق شود، یعنی این قسمت، حال این فاصله از این نقطه تا به خط موجه باید مساوی باشه به فاصله که نقطه F با خط S تشکیل میده، یعنی خط موجه ما از رأس پارابول ما همان قدر فاصله که داره، محراق پارابول هم از رأس پارابول به همان اندازه فاصله داره. و اینجا تعریف را هم نوشتیم که در کتاب شما هست، میگه محل هندسی تمام نقاط که، یعنی تمامی نقاط، محل هندسی تمام نقاط که در یک مستوی واقع بوده، مستوی سطح که نه فرو رفتگی داشته باشه و نه برآمدگی داشته باشه، سطح صیقلی و یا به اصطلاح هم سطح لشم ما مستوی میگیم. تخته شما یک سطح مستوی است و شما در این سطح مستوی میبینین نقاط را میبینین که محل هندسی تمام نقاطه که در یک مستوی را اگر تخته را مستوی بگویم، پس این تمام این نقاط از یک نقطه ثابت و یک خط مستقیم، نقطه ثابت ما محراق، خط مستقیم ما خط موجه و یا خط هادی ما، فاصله های مساوی داشته باشند. یعنی این فاصله اگر این نقطه را در نظر بگیریم این فاصله مساوی شود به همین فاصله، یعنی همین نقطه فاصلهش با F و فاصلهش با خط موجه یا D مساوی باشند. پس چنین شکلی که از چنین نقاط به وجود میاد این شکل را میگوییم پارابول. و به یاد داشته باشین دوستا، وقتی که ما این نقطه را با این خط فاصلهش را میبینیم، طوری میبینیم که کاملا اینجا عمود باشه. خب حال دوستا که ما این گپ فهمیدیم، می خواهیم
وترهای پارابولا بشناسیم. وتر پارابول دوستا عبارت از خطی است که دو نقطه پارابولا با هم وصل می سازد. یعنی اگر ما یک پارابول داشته باشیم به این ترتیب که اگر ما یک پارابول داشته باشیم دوستا هر خطی که دو نقطه پارابولا با هم وصل میکنه به نام وتر پارابول نامیده میشه. ولی دوستا در وترها دو وتر است که ویژگی خاص داره. یکی وتر عمودی ما میگیم وتر عمودی و یک هم وتر محراقی. دوستا اگر پارابول خود بازم طور در نظر بگیریم که ما گفتیم که اگر این پارابول باشه و هی هم تصور میکنیم که محراقش باشه. به طور مثال هر نقطه که گفتیم هر خطی که یک نقطه پارابولا به نقطه دیگر وصل کرد وتر پارابول نامیده میشه. ولی وتر محراقی چی را میگن دوستا؟ اون وتر را میگه که یک نقطه پارابولا به دیگر نقطه وصل کنه و ضمناً از محراق عبور کنه. از محراق عبور کنه. مثلا اینی وترها را که شما میبینین طبعا دو نقطه پارابولا با هم وصل کرد و از محراق هم گذشت. چون این وترها را به نام وتر محراقی یاد میکنن. و اون وترهایی که از محراق نمیگذره فقط دو نقطه پارابولا با هم وصل میکنه او را میگیم که وتر. و وترهایی که از محراق میگذره به نام وتر محراقی نامیده میشه. و دوستا وتر عمودی چی را میگن؟ وتر عمودی هم یکی از انواع وترهای محراقی است با این ویژگی که وتر محراقی کاملا از بر محور تناظر پارابول عمود می باشد. یعنی اگر ما یک پارابول رسم کنیم دوستا یعنی باشه نقطه فوکال پوینت و یا محراقش ما می فهمیم خطی که نقطه محراق بر رأس پارابول وصل می کنه محور تناظر پارابول است. این خط می گه محور تناظر پارابول. محور تناظر پارابول. خب یعنی چی؟ پارابولا کاملا به دو حصه مساویانه تقسیم میکنه. حال اگر ما اوت یک خط را در نظر بگیریم، اوت یک وتر را در نظر بگیریم که دو نقطه پارابولا خب با هم وصل میکنه و از محراق هم میگذره و ضمن بالای از اینی خط سرخ رنگ که محور تناظر پارابولیات میشه عمود هم اگر باشد پس چنین وتر را ما وتر عمودی مینامیم. خب دوستا درس امروز فقط معرفی پارابول بود. در درسای بعدی ما پیرامون پارابول بیشتر میاموزیم، مدل پارابول تشکیل میتیم و درس امروز فقط یک تعریف از پارابول بود و بازم به طور خلاص به شما پارابول تعریف میکنیم که پارابول عبارت از یکی از اشکال مقاطع مخروطی است. یعنی هرگاه مخروط اگر توسط یک مستوی یک قسمتی از مخروط توسط یک مستوی قطع شود شکلی که با وجود میاد پارابول است و یا پارابول به این گونه هم تعریف میکنیم که پارابول عبارت از منحنی است که هرگاه این منحنی از این ویژگی را داشته باشد که فاصله هر نقطهش یعنی هر نقطه از این پارابول که ما از این منحنی را که در نظر بگیریم فاصله از این مساوی باشد و از نقطه محراق فاصله این نقاطی از این مساوی باشه با فاصله که این نقاط با یک خط داره که او خط هم به نام خط موجه نامیده میشه. هرگاه چنین ویژگی را نقاط داشت در یک مستوی اون همان نقاط پارابول تشکیل میده. درس امروز دوستا به پایان رسید. تا درس بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. اوقات شما بخیر.